دهه شیرگوادی نوحیه ارواز سالهای 2015-2018 با سبب فرامدنی سیل دو مراتبه حرکت در همین قسمتی راهی افتامبیلگرد کلاب قلعخم قد گردید. نو بسته از آن که راه سالهای اخیر ساخته شده است، امروز حالت آن به طلبات جوابگو نیست. در دایره رسیدن به یکی از هدفهای اساسی رهایی بخشیدن تاجیکستان به پررگی از بنبست کمیونیکاسیونی، روزهای نزدیک در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان اولین نقب به استفاده داده می شود و رانندگان و مسافران در این مسیر از شرایط زمانوی برای حرکت بهرهور می شوند. نقب ساخته شونده از دو کنار با داشتن راه پیاده گذار، امکانیت جهت تامین بخطری شهروندان و افضلیت دادن به ساخت معماری زمانوی از دیگر نقب ها برتری دارد. درازی نقب 364 متر و پهنایش برای حرکت نقلیات 8 متر را تشکیل می دهد. این شب روز آخران کارهای ساختمانی از طرف کارگران و متخصصان ادامه دارد. تامین سری وقتی اجرای دستور و سپارش های رهبری دولت از طرف وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان برای باصفت و مطابق به طلبات پیش بینی شده به انجام رسانیدن کارهای ساختمانی مساعدت می کند. در دایره صرفه مبلغ های راه افتامبیلگرد خطای شکیبزغر ضرور آمد که ساختمان نقب دهه شیرگوه ساخته شود. سالهای 2015-2018 بنابر سبب فرامدن سیل مجرای راه دریای پنج بسته شد و حرکت واسطه نقلیات توسط راه کلاب خورق و مدت طولانی محکم کرده شد. بنابراین ضرور آمد که نقب دهه شیرگوه ساخته شود. بنیاد نقب ماشینگزار در ولایت بدخشان نتیجه عملی شوی نقشه های رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان جهت فراهم آوردن امکان بهتر برای زندگی با سعادت می باشد و رانندگان و مسافران مرحله به مرحله در مسیر دوشنبه، کلاب، قلعخم، کلمه از امکان زمانوی برای حرکت بهره‌ور می شوند. حالا آخران کارهای ساختمانی در نقب ماشینگزار از طرف کارگران و متخصصان و مشورچیان مؤسسه دولتی مرکز تطبیق لایحه تجدید راه افتامبیلگرد دوشنبه چنوق ادامه دارد. اگر از یک جانب با بنیاد نقب ماشینگزار راه کوتاه شود و تاثیر آفات‌های طبیعی و محکم شوی آن پیشگیری گردد، مهمتر از همه در این قسمت حرکت برای رانندگان و مسافران به خطر می‌گردد. حالا کارهای رنگ و برکنی در نقب رفته ایستاده شدند، بنابر سبب که نقب در بین دو تن دهه، دهه یوگید و دهه شرگوه نوحیه درواز جایگیر است، راه پیاده‌گر با پنجره‌های آهنین جدا کرده شده است. اولین نقب ماشینگزار در ولایت بدخشان از حساب مبلغ‌های صرفه شده تجدید و نوسازی راه افتامبیلگرد دوشنبه قلعخم قیدای شکیب قلعخم ساخته شده است. در مجموع در دایره این لایحه نزدیک 26 کیلومتر راه موافق معیار و قاعده‌های ساختمانی پورا نوسازی کرده شده است. این قسمتی راه از دو خط حرکت عبارت بوده، پهنای عمومی آن 12 متر را تشکیل می‌دهد. ما در دهه دروبک زندگی می‌کنیم. چونین وضعیت های می شدند که در نتیجه برف و بارون زیاد باریدن راه ها محکم بند می شدند و مسافران در اینجا هفته ها می موندند و مردم ما آنها را در خانه های خود جای می کردند. از غرب تا مرکز ناحیه را در پنج روز اومدیم، تکنیک ها پیش پیش امزه را می رفتند می اومدیم. اکن حاضر باور کنید دیگر زمستان و تابستان فرقش نیست، دیگر ماشین رفتن اومدن میگیرن، یکون پرابلم نیست. حاضر تکنیک های حاضر زمان همش هستن، سری وقت میان راه توزن بکنند. اینا را مردمی پیش تصور کردم نمیتونستن، بسیار مردمی درواز مینت دارن. اینچونین در حاشیه لایحه راه در حدود 9 دهه با درازی 8 کیلومتر چراغان و منفرج کنی قبط دویمی راه افتامبیلگرد شکیبزغر با درازی 38 کیلومتر به انجام رسانیده شده است. این زمان آخران کارهای ساختمانی در این سمت جرایان دارد. یادوار باید شد که این قسمتی راه سال 2005 به استفاده داده شده بود و امروز طبق معیارهای راهداری به طلبات جوابگو نبود. غمخوری و توجه پیوسته رهبریت حکومت مملکت رانندگان و مسافران را از امکان زمانوی خدمت رسانی در این سمت بهره‌ور می‌گرداند. راه به حد خوب شده گن، رفت آمد با بهتر شده گن، خراجات سوزشواری کم شده گن. ما پیشتر در اگر 20 لیتر می اومدیم، حاضر در 10 لیتر تو کشلاق رفته می رسیم. این اگر که یک بار تعمیر کنی، یک سال، دو سال همون تعمیر قطعی می گردیم. بسیار راه ها نز خوب. شکرانه دولت، شکرانه جناب عالی می کنیم که چنین راه ها را به ما مردم بدخشان ساختند و چنین راه ها یکی به ما ساخته دادند با بیان ما آرزو می کردند در سالهای پیش از استقلالیت.
بنیاد نقب ماشینگزار و اسفالت پوشکنی قبط دویمی روحی ماشینگرد شکیوزیغر دستاورد نوبتی در سمت بپوراگی رهای بخشیدن تاجیکستان از بومبستی کامونیکاسیونی ارزیابی میگردد. نقشه ها مشخص است و بنیاد روح پول و نقب های نو در مسیر کلوب خلایخوم کلما وسعت بخشیده می شود. نوروسیه عزیزولو به حضور قربان ولایت بدخشان برنامه اخبار.